امروز مهار اجدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ سه رقمی رو بیاریم زیر سه رقمی؟ نمیدونم کی. به هر حال ما الان شرایطمون شرایط بسیار سنگین و دشواری است. وضعیت قرمز کرونا در ایران موج سهمگینی که شهر به شهر می رود و جانهای بیشتری می گیرد. در 60 دقیقه امشب می پرسیم شیوع موج چهارم تقصیر کیست؟ ضعف مدیریت یا بیتوجهی مردم؟ صدای کادر درمانی از داخل ایران را هم خواهید شنید، با یک پرستار صحبت می کنیم. و از یک کارشناس می پرسیم که چرا اژدهای کرونا بار دیگر به غرش افتاده. در ادامه برنامه امشب. دارم میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایسادن هم میخواید بگار ولو بلغ ما میزنید. نقل قول جنجالی از دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آبان 98. محمود صادقی میگوید علی شمخانی از شلیک به معترضان دفاع کرده بود، دفتر شمخانی تکذیب کرد. آبی که از ذوب شدن یخهای قطبی به آسیاب روسیه میریزد. مسکو به دنبال ساخت تأسیسات اتمی در شمال و تسلط بر آبهای یخ زده است. و از نقش رسانه‌های دولتی تا تأثیر جشنواره‌های هنری، نگاهی به میراث سال‌های پایانی پهلوی در فرهنگ و موسیقی ایرانی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کرونا بی مهار و افسار گسیخته در ایران جولان می‌دهد. دولت جدیت چندانی برای بستن اماکن پر ازدحام از خود نشان نداده. فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشده و جمعیتی که واکسن زدند به نیم درصد هم نمی‌رسد. مقام‌های حکومتی از جمله وزیر بهداشت ایران استیصال خود را پنهان نکردند و بی تعارف می‌گویند کنترلی بر اوضاع ندارند. گزارش های میدانی حاکی است که شمار بستری ها در بیمارستان های تهران تا سه برابر افزایش پیدا کرده. به همین دلیل موجی سهمگین ایران را در بر گرفته. عده‌ای میگویند این چهارمین موج شیوع ویروس است. هرچند که شیوع کرونا از آغاز همه‌گیری در ایران هرگز آنچنان که باید فروکش نکرد و کشور را از همان موج اول تا حالا در تب و تاب مبارزه با این ویروس نگه داشت. شمار کشته های روزانه کرونا که از سه ماه پیش با رعایت محدودیت ها تا اعداد دو رقمی پایین آمده بود، حالا باز به بالای 100 نفر رسیده و به سرعت بیشتر هم می شود. در شبانه روز گذشته بنابر آمار رسمی دست کم 172 نفر در ایران جان باختند. همزمان با دید و بازدیدها و بعضی سفرهای نوروزی که برای کنترل کرونا نباید انجام میشد، کرونا باز هم اوج گرفت، تا اندازه‌ای که وزیر بهداشت ایران آن را بلای بی‌مهار توصیف کرد. اژدهایی که نظام بهداشتی ایران افسارش را با چنگ و دندان میکشید و حالا دوباره این افسار رها شده. نظام سلامت علی رغم اون دستاوردی که مرگ‌ها رو برد به سمت تک رقمی، ما اومدیم رو 50 خورده دوباره بعد از مدت‌ها جون کندن شبانه روزی، گفتیم آقا تمام عضلات ما درد میکنه، این افسار این اژدها رو به سادگی نکشیدیم، ما اینا رو با فتوشاپ نشون نمیدیم، نگذارید دوباره این افسار از دست ما در. امروز در رفت. امروز مهار اژدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ... اونطور که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگه این یکی از سهمگین ترین موجهای کرونا در ایرانه. بیشتر از نیمی از شهرستانهای ایران حالا یا در وضعیت قرمز هستند یا هم در وضعیت نارنجی. تنها از دیروز نزدیک به 100 شهرستان به فهرست مناطق قرمز و نارنجی پیوستند، از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز، زنجان و شهر کرد. بنابراین با تازه ترین اطلاعات حاکی از اینه که همین الان 88 شهرستان در وضعیت قرمز و 139 شهرستان هم در وضعیت نارنجی هستند. وزارت بهداشت معتقده که موج تازه کرونا از جنوب غربی ایران شروع شده، غرب کشور رو در بر گرفته و به سرعت در حال رسیدن به نواحی شمالی و حتی شمال شرقی ایرانه.
به رغم وخامت اوضاع در ایران واکسیناسیون به کندی جریان داره. و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دیروز گفت که حتی 1% جمعیت هم واکسن نزدند. اغلب کشورهای جهان با بحران دسترسی به واکسن روبرو هستند، اما وضعیت در ایران پیچیده تره. نقمه های ایران میگویند که انتقال پول و پیگیری روند خرید واکسن کرونا زیر سایه تحریم ها ساده نیست. با این همه اولین محموله واکسن کرونا از سبد کوواکس در راه ایرانه، محموله از بیش از 700 هزار دوز واکسن آسترازنکا که در کره جنوبی تولید شده. با این همه با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران این تعداد واکسن اصلا کافی نیست. وضعیت تولید انبوه واکسن در داخل ایران هم با وجود وعده های مسئولان هنوز چندان روشن نیست. در چنین شرایطی چاره شاید تنها ادامه رعایت محدودیت ها باشه تا از شدت شیوع کرونا کمتر بشه. علی‌رغم اینکه افزایش ظرفیت بیمارستانی داده شده، تعبیر خوبی به کار برده شد که قبلا پلکانی مثلا میرفت بالا، الان آسانسوری داره موارد ابتلا و بستری بالا میره. الان احتیاج به اقدامات حادتری داریم. الان وضعیت شهرهای قرمز که بالاخره تعطیلی مشاغل گروه 2، 3، و 4 هست اجرایی خواهد شد برای کارکنان دستگاه اداری تا 1/2 در دستگاهی که خدمات ضروری ارائه میکنن با تشخیص بالاترین مقام مسئول و 2/3 کارکنان سایر دستگاه فعالیت های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی غیره همه تعطیل میشن. ایرج حریرچی بود، معاون وزیر بهداشت ایران، در خط مقدم این نبرد. کادر درمان هستند. با یک پرستار از ایران در تماس هستیم، از یکی از شهرستان‌ها. اول می‌خواستم ببینم که در همه جای دنیا تقریبا کادر درمانی در اولویت واکسن قرار گرفتن. شما خودتون واکسن زدید؟ سلام، شبتون بخیر. من با وجود اینکه حالا بخش ویژه کرونا کار می‌کنم، نه خیر، هنوز واکسن رو دریافت نکردم. در مورد همکارانتون چی؟ آیا اونها واکسن زدن؟ میتونم بگم تعداد محدودی از همکارا واکسینه شدن و هنوز تعداد بیشتر، یعنی تعداد کثیرشون موندن که واکسینه نشدن. میتونم بگم تقریبا نهایتا 20% از همکارای ما واکسینه شدن. چطور تشخیص داده میشه که کسی باید از میان همکاران شما واکسن بزنه؟ خب واکسن زدن که چون تعداد واکسنی که به هر حال میرسه، چون سهمی هر بیمارستان و هر بخش جدا میشه، محدود هست. ما اسم می نویسیم، ثبت نام می کنیم و توی صف منتظر میمونیم برای واکسینه شدن. یعنی همکارایی که تا الان واکسینه شدن ممکنه از چند ماه پیش، از 2-3 ماه پیش توی صف هستن، توی نوبت هستن تا الان واکسینه شدن، و ما با وجود اینکه حالا نام نویسی کردیم و منتظریم، هنوز نوبت به ما نرسیده چون تعداد واکسن ها خیلی محدوده. اوضاع در بیمارستانی که شما درش کار میکنید چطوره؟ متاسفانه روند رو به افزایش شروع شده. بخش های ویژه پر هستن. حتی بیمارستان هایی که چند ماهی بود از سانتر کرونا خارج شده بودن و دیگه مریضای کرونا پذیرش نمی کردن، به دلیل افزایش تعداد بیماران مجددن مجبور به پذیرش بیمارای کرونایی شدن. یعنی تعداد بیمارستان های پذیرش دهنده رو به افزایشه و متاسفانه بخش های ویژمون هم به سرعت پر شدن. چقدر امکانات در اختیارتون هست، از امکانات حفاظت شخصی گرفته تا اکسیژن و چیزهایی که ممکنه برای بیماران کرونایی لازم باشه؟ خب قطعی اکسیژن، ما بحران اکسیژن چند نوبتی داشتیم، حالا پشت سر گذاشتیم. از این به بعدم قطعا با این روند رو به افزایش که داریم، ما انتظار داریم که این بحران ها ادامه داشته باشن. حالا توی شیفت های کاری که هستیم منتظر این بحران های اکسیژن هستیم. از نظر امکانات میتونم من حالا به شخص توی جایی که خودم کار میکنم میتونم بگم در حد متوسط هست، امکاناتمون در حد متوسط هست. گاهی اوقات امکانات در دسترس هست و گاهی اوقات خب کمبود امکانات رو داریم. چند ماه قبل یکی از مشکلات اساسی خستگی کادر درمان بود. بله، باز هم داره اتفاق میفته؟ بله دقیقاً، خستگی همکارای
ما که واقعا روزانه میبینیم به خاطر خستگی شیفت ها هست، مسائل خانواده هست، نگرانی خانواده ها هستن، همین ها از شیفت ها داره سنگین تر میشه، بچه ها واقعا وقت کمتری برای استراحت کردن دارن، مجددن خب صدای اعتراض بچه ها شنیده میشه. شما خودتون با بیماران کرونایی، با خانواده های اونها طبعا در تماس هستید، فکر میکنید که قطعا. چی شد که دوباره اوج گرفت؟ خب متاسفانه اون زمانی که باید مدیریت صحیح انجام میشد انجام نشد و مجوز سفرهای نوروزی صادر شد، زمانی که گفتن حالا کرونای نو انگلیسی شد و پیدا کرده تو شهرهای خاص، این شهرها قرنطینه نشد و به سرعت پخش شد، جوری که الان توی شهر و بیمارستانی که من کار میکنم کیسای جدید اکثرا از نوع انگلیسی هستن، با توجه به اینکه نبود، یعنی جایی که من کار میکنم اصلا منشأ یا چیزی واسه کرونا انگلیسی نبود، ولی الان اکثر کیسا متاسفانه مشکوک به کرونا انگلیسی هست. خیلی ممنونم از اینکه تجربه خودتون رو با ما مطرح کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تشکر از لطف شما، وقتتون بخیر. فرما معاون رضوی، استاد اقتصاد سلامت دانشگاه برندایس از بوستون در آمریکا با ما هستن. آقای رضوی، وزیر بهداشت میگه که اوضاع از دست ما در رفته، در این صورت چه فرد یا سازمانی متولیه؟ با سلام و عرض تأسف از افزایش آمار سریع‌تر از چیزی که ما حتی انتظار می‌داشتیم. بله، مشاهده ما هم از رفتار داخل ایران متاسفانه همینه، ولی بذارید یک بار به این قضیه خارج از دید مسئله نظام سلامت، از دید روانشناسی اجتماعی نگاه کنیم. شهروندها مثل یک خانواده عمل می‌کنن. تا زمانی که توی یک خانواده شما ترکیبی از بیم و امید رو استفاده بکنید، میتونید انتظار پاسخهای رفتاری متناسب باشید. متاسفانه در شرایط فعلی وقتی که مقایسه میکنید جوامع رو با هم، کشورهایی رو که از لحاظ تأمین واکسیناسیون، نه از لحاظ تعدادش، از لحاظ تلاش صادقانه مسئولین و نظام سلامت برای تأمین واکسیناسیون دارن بیشترین تلاش خودشون رو میکنن، مردم به واسطه اینکه به اصطلاح در ته تونل اون نور، کورسوی نور رو میبینن، حاضرن هنوز تحمل و به این پیاده روی تا انتهای این تونل به اصطلاح ادامه بدن، به خاطر اینکه اون امید اونجا هستش. در ایران خستگی مردم کاملا قابل درکه، نه به خاطر اینکه ما شهروندای منضبط و خوب و مسئولی نداریم، به خاطر اینکه توی افق کوتاه مدتشون امیدی برای راه حل نمیبینن و در واقع میگن که خب به هر حال توی افق 6 ماه یک ساله واکسنی وجود نداره و خسته هم شدیم، از لحاظ روانی هم همه تحت فشارن، بنابراین انتظار مراعات مثل روزای اول از مردمی که هیچ نقطه روشنی برای دسترسی به واکسن ندارن خیلی سخته. آقای رضوی، چند تا مشکل ظاهرا با هم دیگه اتفاق افتاده. سهل‌انگاری در کنترل‌های دولتی، سهل‌انگاری در رعایت فاصله اجتماعی از طرف مردم، مشکلاتی برای تهیه واکسن که هممون میدونیم. از نظر شما مشکل اصلی در کجاست؟ یعنی کدوم بیشتر ضربه زده؟ تأخیرات فعلی رو بذاریم کنار، همواره باید رو به جلو نگاه کرد. من دو سه تا پیشنهاد مشخص دارم که دوست دارم با همکارانم توی ایران و بقیه اندیشمندا به اشتراک بذارم، شاید مفید باشه. ببینید، در اتکای بیشتر از اندازه به تولید واکسن در داخل دو تا ریسک کاملا مشخص داره. ریسک اولش ریسک فنی و لوجستیکیه، چون به هر حال شما باید کارخانه جاتی در استاندارد لازم برای واکسن سرپا بکنید و شبانه روز انتظار داشته باشید اینا بتونن 80 میلیون ضرب در دو برای مثلا 5 ماه آینده واکسن تولید کنن. در واقع این یه پروژه بسیار بسیار پیچیده و ناشدنی هست که با توجه به استانداردهای ملی ایران، به همین دلیل که یه جایی مثل فرانسه و کره جنوبی هم جرأت نکردن واکسن بسازن و دارن الان با خیلی جدی واکسن رو وارد میکنن. نکته مشکل دوم تولید واکسن داخل اینه که با توجه به این جهش هایی که داره، حالا تعدادش بیشتر هم میشه و گونه هاش هم بیشتر میشه، حتی واکسن های بالای 94.5% فایزر و واکسن های مصنوعی هم یواش یواش دارن میرن زیر سوال
و در واقع اثر بخشیشون داره میاد نزدیک عدد 80%، و اینها چه رسد به واکسنایی که بر اساس روش‌های سنتی ویروسی تولید میشن و از همون روز اول در واقع اثر بخشیشون حدود 60-70% بیشتر نیست. بنابراین این دوتا ریسک خیلی بزرگ رو که کنار هم میذارید، میبینید که اتکا روی تولید واکسن داخل بسیار مخاطره آمیزه. بنابراین تنها روشی که فعلا وجود داره، مسئله اینه که شما چطوری میتونید از واکسن هایی که حالا فعلا مؤثر هستن به امید خدا تا چند 6 ماه دیگه تا فصل مدرسه استفاده کنید. مشکل ایران آقای موسوی اینه که ایران ظرفیت دیپلماسیش به خاطر انزوای سیاسی 4 دهه گذشته خیلی محدوده. ما به اندازه بقیه دنیا دیپلمات‌های کارکشته نداریم. متاسفانه همین تعدادی رو هم که داریم 100% وقتشون رو گذاشتن روی این ماراتون کم نتیجه و لاک پشتی برجام که معلوم نیست واقعا کی نتیجه بده. به نظر من یه تصمیم ایران باید بگیره، توان بسیار محدود خودش رو با یک تخصیص بهینه بین مسئله سلامت مردم که دیپلماسی واکسن باشه و اون ماراتون کشنده و خسته کننده برجام تقسیم کنه. وگرنه من نمیدونم انتظار از بخش خصوصی ضعیف و بی ارتباط ایران برای حل واکسن یک کشور 100 میلیونی به نظر من اصلا برای رویا شبیه میمونه، و این درس از گذشته به نظر من باید رهنمود آینده باشه، به اضافه رفع این موانع سیاسی و مذهبی که مثلا تحریم واکسن از تنها دو کشور دارنده واکسن به نظر من باید تجدید نظر بشه. ممنونه. و این موانع رفع بشه تا اینکه ایران بتونه حداقل تا انتهای سال شمسی فعلی به یه جای برگرده، وگرنه ایران تبدیل خواهد شد به تنها کشور قرنطینه کل منطقه خاورمیانه و ضرر اقتصادی اجتماعی خود این انزوای خود تحریم ایران به واسطه اینکه کشور بیمار کسی حاضر نیست واردش بشه هزینه خیلی هنگفتی داره. بنابراین جلوی ضرر رو هر یک روزی که بگیرن به نظر من خیلی مهمه. متشکرم، ممنونم از معاون رضوی استاد اقتصاد سلامت دانشگاه براندایس. از شما خواسته بودیم که اگه خودتون یا بستگانتون از کادر درمان هستند یا هستید، تجربه خودتون رو از دریافت واکسن یا وضعیت بیمارستان ها با ما در میون بگذارید. به چند روایت که به دست ما رسیده گوش میکنیم. سیاوش دهقانی هستم، فوق تخصص گوارش و کبد، تو بوشهر مطب دارم. متاسفانه واکسن کووید هنوز به من نرسیده، به این علت که من پزشک شاغل در بخش خصوصی هستم، بخش دولتی کار نمی کنم. خب هر وقت ما میشنویم میدونیم که مردم اسرائیل بالای 90%شون واکسینه شدن، مردم امارات بالای 85%شون، و من پزشکی که تو یه استان 1 میلیون نفری، تو رشته من بیشتر از تعداد انگشتای یک دست بیشتر نیست و مردم بهمون نیاز دارن و هنوز واکسینه نشدیم، خب اثر منفی رو روحیه‌مون مسلماً داره. من رزیدنت قلب هستم در یک از بیمارستان‌های کشور. اینکه وزارت بهداشت 80% رو واکسن زد از کادر درمان کاملاً دروغه. نمونش خود من هستم و همکاران رزیدنت قلب من. جالبه به اساتید زده شده، به گاهن برخی از کادر درمان غیر مرتبط زده شده، به نگهبانی زده شده واکسن، اما به رزیدنت های قلب که مداوم بالای سر بیمار هستند، بیمارهای کووید، برای چک کردن میوکاردیت اکو میکنند بیماران رو در نزدیکترین فاصله به بیمار با شرایط سخت، برای اینها واکسن زده نشده. افتضاح هست شرایط واکسیناسیون و واقعا خسته شدیم. من جزو کادر درمان در شهرستان مشهد هستم. ICU کرونای ما شب عید مریض چندانی نداشت، اما در طی تعطیلات کم کم آمار بستری ها افزایش پیدا کرد. الان تمام تخت های ICU پر هست و مریض بدحال و جوون هم توی ایام عید داشتیم که فوت شده. به نظر من بیشترین تأثیر رو در افزایش این آمارها ورود مسافران به مشهد و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اونها داشت. کادر درمانی که من باهاشون کار میکنم همه واکسینه شدن و واکسنی هم که استفاده شده واکسن روسی بوده در 2 دوز که بهمن‌ماه و اسفند‌ماه همه ما دریافت کردیم.
بنده یکی از اعضای خانوادم از اعضای کادر درمان هستند و باید بگم که واقعا در طی یک سال اخیر هم زندگی خود ایشون و هم زندگی ما که از نزدیکان و اطرافیانشون هستیم تحت تاثیر قرار گرفته و اونم به این دلیل که خب نه مرخصی دارن نه وقت خالی دارن، مدام شیفت هستن، حتی بیشتر از اونی که باید باشن و توانش داشته باشن ازشون درخواست میشه که تو مرکز اقامتیشون بمونن و خیلی شرایط سختی رو دارن واقعا تجربه میکنن، نه تنها خودشون بلکه ما که از خانوادهشون هستیم، از اعضای خانوادهشون هستیم، واقعا داریم اذیت میشیم. مشاهدات شماری از مخاطبان ما بود و بینندگان و شنوندگان. همزمان با شدت گرفتن شیوع کرونا در ایران، شمار پرستارانی که میخواهند کشور را ترک کنند بیشتر شده. خانه پرستار میگوید در یک سال گذشته تقاضا برای مهاجرت در میان پرستاران ایرانی 3 برابر شده. بسیاری از پرستاران از شرایط کار در ایران ناراضی اند، از حقوق پایین گرفته تا کمبود نیرو و نبود امنیت شغلی. این در حالی است که بعضی دیگر از کشورها شرایط مهاجرت و استخدام پرستاران را آسان تر کردند. باران عباسی گزارش می‌دهد. پرستاران قهرمانان نبردی جهانی با بیماری مرگبار. یه بچه شیرخوار دارم، 19 ماه هست، تو مهد کودک. هر روز بچه اون بغل میکنم، میگم خدایا نکنه ناقل باشم. تلاش برای نجات جان بیماران به قیمت به خطر انداختن جان خود و اطرافیان. نمیتونستم من پدرم ببینم. وقتی که عمل کرد بیمارستان عرفانیایش، اگه من میرفتم من خود کرونا بودم که براش خیلی خطرناک بودم. و فشار روحی و جسمی طاقت فرسا. تازه نامزد کرده بود و خودش و پدرش با هم در یک سالن بودن. مرتب از من میپرسید که چرا پدرم نیومد. ساعت‌های کاری طولانی، کمبود نیرو و شیفت‌های اجباری. ساعت 9 صبح به من اعلام کردن باید بستری بشم، ولی به خاطر کار زیادی که داشتیم و اینکه بخش نیرو نداشت، من خودم تا ساعت 3 بعد از ظهر تو بخش کارهای بخش رو انجام دادم. بعدش برای کار بستری خودم اقدام کردم. ده‌ها هزار پرستار خود به کرونا مبتلا شدند و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. اما برای صدای اعتراضشان گوش شنوایی نیست. این یکی از تجمعات پرستاران در چند ماه گذشته. حقوق پایین، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، نداشتن مزایا و حتی قرارداد رسمی و امنیت شغلی. من تقریبا 15 ساله که پرستارم، ولی همیشه مشکل مالی داشتیم، همیشه هیچ‌وقت حقوقمون درست پرداخت نشده. اون کسایی که قرار دادین حقوق تقریبا از 3 تومن شروع میشه، ما که سابقه داریم حقوقش 4-4.5. یه مقدار ناچیزی که خیلی هم خنده داره که کارانه برامون ریختن در حد 100 تومن 200 تومن که اصلا واقعا نمی‌ریختن خیلی بهتر بود. یکی دیگر از مشکلات اصلی نبود نیروی کافی است. در کشوری مثل نروژ برای مثال به ازای هر 1000 نفر 18 پرستار وجود دارد. در ایران این رقم 1 تا 2 پرستار است. وعده‌های مقام‌ها برای استخدام نیروی بیشتر و افزایش حقوق و مزایا در حد حرف باقی مانده. وضعیتی که بسیاری از پرستاران را از ادامه کار در ایران ناامید کرده. دکترهای ما اونقدی که ما انرژی میذاریم، اونقدی که ما کار میکنیم، اونقدی که ما سرویس میدیم به بیماران، دکترها این کار نمیکنن و درآمد اونا چندین برابر ماست. حتی انقدر کار ما زیاد شد، انقدر که کار کردیم، انقدر که مریض شدیم، کم خوابی کشیدیم، بیماری کشیدیم، خیلی کم کاری شد در حق پرستارا، در حق کسایی که شبانه روز بالا سر بیمارا بودن و بیمارا تمام نگاهشون به اینا بود.
محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار میگوید اقدام به مهاجرت از ایران در میان پرستاران در یک سال گذشته 300% بیشتر شده. مقصد پرستار معمولاً کشورهای حاشیه خلیج فارس، چرا؟ چون که اصولاً پرستار خیلی جذب میکنن. ولی خب با شروع کرونا خیلی از کشورها حتی تقاضا داشتن برای اینکه جذب نیرو داشته باشن. مثلا قدیمتر یه شرایطی بود که باید حتما زبان به یه حد نصابی میرسید نمره، الان اونم کمترش کردن که فقط این نیروه بیاد براشون، یعنی اینقدر مهمه. وجودشان در ایران حیاتیست، اما با تنگ تر شدن عرصه بر پرستاران و بیتوجهی مسئولان بسیاری خواهان مهاجرتند. رفتن به جایی که قهرمانانشان احساس ارزشمند بودن کنند. بتونم برم جای دیگه که حداقل زندگی نرمال داشته باشم، نه حتی زندگی که خیلی بخواد رفاه و امکانات توش باشه، ولی حداقل امکانات ها باشه، حداقل احترام ها باشه، حداقل درآمد ها حداقل باشه. در ایران شورای عالی امنیت ملی سخنان منصوب به دبیر این نهاد درباره برخورد با اعتراضات آبان 98 را تکذیب کرده. دبیرخانه این شورا در اطلاعیه‌ای گفته آنچه محمود صادقی نماینده سابق مجلس از علی شمخانی نقل کرده غیر واقعی و بی اساس است و تهدید کرده که از آقای صادقی شکایت می‌کند. محمود صادقی در ویدیویی که اخیراً در شبکه‌های مجازی منتشر شده میگوید علی شمخانی در جواب سوال او درباره کشتار و سرکوب معترضان آبان 98 گفته که سکوت جایز نیست و ما میزنیم. فرنوش امیرشاهی گزارش میدهد. دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایسادن هم میخواید بگوان ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم. محمود صادقی نماینده دوره قبل مجلس از جلسه همکارانش در مجلس دهم با مقام‌های مسئول درباره سرکوب اعتراض‌های سال 98 می‌گوید. ما تو کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی‌ها اصلاً نشانه‌ای از دخالت گروهک‌های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه. اصلاً پیدا نکرده بودن. تمام مردم بودن. فیلم سخنان او به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. حالا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر نظر علی شمخانی دبیر این نهاد روایت آقای صادقی را غیر واقعی و بی اساس خوانده. در بیانیه این دبیرخانه نوشته شده که آقای شمخانی هیچ گونه گفتگوی دو جانبه با محمود صادقی درباره وقایع آبان سال 98 نداشته و با تهدید او به اینکه اظهاراتش تبعات امنیتی دارد گفت موضوع را از مراجع قانونی پیگیری می کند. عزیز من، شما در مورد مسئله بحران هیچ اطلاعی این صحبت که اینجا کردید واقعا ندارید. محمود صادقی دو سال قبل هم از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نقل کرده بود که در جواب یکی از نمایندگان مجلس درباره برخورد با معترضان آبان 98 گفته بود شلیک نه فقط به سر معترضان بلکه به پای آنها هم بوده. بسیاری از جانباختگان به گفته نهادهای حقوق بشر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. این تصویری از شلیک به معترضان در جوانرود از ساختمان دادگستری است. با این حال مقام‌های حکومت ایران صدور فرمان شلیک به آنها را نمی‌پذیرند. از جمله علی شمخانی، بعد از آنکه از طرف آیت الله خامنه‌ای به دیدار خانواده بعضی از قربانیان اعتراض‌های آبان در استان تهران رفت، چنین گفت: برای من مسلم شد که کشته‌سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریو از پیش طراحی شده بود. بیش از دو سال و نیم از آن اعتراض‌ها آمار رسمی کشته شدگان اعلام نشده و شکایت خانواده قربانیان با فشار بر آنها برای سکوت و صرف نظر از شکایت‌هایشان بی‌نتیجه بوده. صف‌های طولانی برای در واقع دریافت بنزین وجود داره. اعتراض‌های اواخر آبان ماه سال 98 با تصمیم شبانه برای افزایش قیمت بنزین شروع شد، اما خیلی زود فراگیر شد و با نارضایتی از حکومت ادامه پیدا کرد. حکومت ایران برای برخورد با این اعتراض‌ها دست به سرکوب گسترده زد. علی شمخانی به تازگی از عملکرد دولت در نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده و گفته موجب وارد شدن خسارت و بحرانی امنیتی شد.
با اینکه خود او در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس دهم آنها را قانع کرد تا طرح لغو افزایش قیمت بنزین را پس بگیرند. موضع جدید آقای شمخانی از طرف دولت بی جواب نمانده. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری به او یادآوری کرده که حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه شورا باید با رئیس آن هماهنگ باشد. حاجی تیر زدن. من گفتم مشقی. حالا هم تنها یک روز بعد از انتشار سخنان محمود صادقی، آقای شمخانی بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای می‌خواهد دامنش را از نقش داشتن در سرکوب خونین اعتراض‌های 98 پاک کند. اما با وجود انکار مقام‌های ایران، کشته و بازداشت شدن چند صد نفر از معترضان همچنان برای جمهوری اسلامی به صورت یک بحران حل نشده باقی مانده. آنقدر که با وجود تلاش نامزدهای رسمی و غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه برای پرهیز از پرداختن به آن وقایع، به یکی از مهمترین دلایل دلسردی گروهی از رای دهندگان به انتخابات این دوره تبدیل شده. فنوش امیرشاهی، بی بی سی. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تهران با ما هستند. آقای محمودیان، در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان 98 عده زیادی دستگیر و زندانی شدن، چه اطلاعاتی از اونها داریم؟ آیا مثلا رقم اونها معلومه؟ اتفاقی که در آبان ماه سال 98 افتاد، تقریبا تمام ابعادش از تعداد کشته شده ها، تعداد زندانی ها، نحوه بازداشت ها، نحوه صدور احکام، اساسا از شفافیت برخوردار نبود و همه چیز در حالت ابهام وجود داشت. یکی از دلایل مهمش اینه که افراد مختلفی رو در این راهپیمایی ها یا در اعتراضات بازداشت کردن یا بعداً براشون حکم صادر کردن، احضارشون کردن، از طریق موبایل رصد کردن، جاشون رو پیدا کردن و با اتهامات خیلی زیاد و متنوعی بازداشت کردن. برای همین ما هیچ وقت به یک آمار دقیق از تعداد بازداشت شده ها نرسیدیم، همینطور که از آمار دقیق از کشته شده ها نتونستیم برسیم. اما در مجموع فعالای داخل کشور و خارج کشور، چه رسانه‌ای، چه فعالان مدنی و حقوق بشر، اون چیزی که الان میتونیم بگیم بعد از یک سال و نیم از اون حوادث اینه که حدود در تیپ 2 تهران بزرگ اکثریت زندانیهای آبان ماه در اونجا قرار دارن که حدود 75 تا 85 نفر به طور معمول اونجا هستن. یه حدود 20 نفر بیرون از زندان هستن، از همونایی که تو تیپ 2 هستن، که و همینطور حدود 30 نفر هم تو بخشای دیگه هستن. یه حدود 20 نفر در زندان اوین ما تا الان اسم داریم و در شهرستانهای اصفهان و خوزستان هم که بیشترین آمار بازداشت ها بوده، یه تعداد 50 نفر هم تقریبا تو این دو تا استان داریم. منتهاش با این تفاوت که در خوزستان بسیاری از بازداشتی ها رو تحت عناوین اتهامی دیگری در بازداشت نگه داشتن یا بازداشت کردن و پرونده درست کردن. البته در تهران و به خصوص در شهرستان های اطراف تهران مثل اسلام شهر و شهریار و بهارستان هم بسیاری از پرونده ها رو با عناوین اتهامی معمول سیاسی یا امنیتی، حالا به قول خودشون، طبقه بندی نکردن. برای همین خیلی سخت میشه که عددها رو بر اون مبنا محاسبه کرد یا استخراج کرد. ولی اون چیزی که در حال حاضر میتونم بگم، یه عددی بین 150 تا 170 نفر به عنوان با اتهامهای مختلف در زندانهای غالبا تهران و بخشی هم در اصفهان و خوزستان در زندان هستن. بقیه شهرستان ها زندانی آبان ماه نداشته یا لااقل ما نتونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم، به همین دلیل که عرض کرد. حرف از عفو تعدادی از اونها بود، معلوم هست که وضعیتشون چگونه است؟ عرض کنم خدمتتون که تا این دومین بار هست که در مورد عفو زندانی های سیاسی صحبت میشه. دفعه پیش عدد 150 تا رو عنوان کردن و ولی در عالم واقع اتفاق نیفتاد. فکر میکنم حدود 60-70 نفر بود که اکثرشون یا آزاد بودن یا احکام تبعید داشتن و تبعیداشون تموم شد. اما این بار یه لیست 100 نفره منتشر شده، یعنی همه بیدند و همین امروز که من قبل از اینکه چیز کنم متوجه شدم که حدود
ده نفر از زندان تهران بزرگ آزاد شدن، بقیه هم در لیست آزادی هستن، اکثرا هم از زندانی های آبان هستن. فکر میکنم طبق اون چیزی که من اخباری که من امروز دریافت کردم حدود 30 نفر از دوستانی که در آبان ماه بازداشت شده بودن از زندان آزاد شدن. البته از نظر من حتی یک روز زندان هم برای بسیاری از اونها ظلمه، ولی به هر حال از معدود دفعاتیه که در دهه‌های اخیر نسبت به زندانی‌های سیاسی عفو صورت گرفته، عفو گسترده صورت گرفته که حالا هر دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه. ممنونم از مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تهران با ما. چند ماهی است که نوسان‌های بورس تهران تا حدی فروکش کرده و از صعود و سقوط شدید شاخص بازار سهام خبری نیست. با وجود این، اعتراض‌های بعضی از سهامداران خرد به مسئولان بورس ادامه دارد و خیلی از آنها نه فقط از افت قیمت سهام بلکه از ناتوانی در فروش سهامشان هم ناراضی‌اند. در کنار این، آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات خرد در بورس هم کاهش قابل توجهی داشته. بهرنگ تاجدین همکارم که موضوع رو دنبال کرده اینجا با منه، چرا با وجود توقف روند سقوط بازار سهام فروش نمیره؟ جمال، برای جواب این سوال باید یه خورده به عقب برگردیم. اگه خاطرتون باشه پارسال سال 99 در اوایل سال شاخص کل بورس تهران حدود 400 هزار واحد بود و در طول چند ماه اول سال با ادامه این روند ورود سهامداران عادی، مردم عادی که خیلی هاشون قبلا هیچ وقت توی بورس نبودن، این صعود شدید شاخص تا 19 مرداد ادامه پیدا کرد. از 400 هزار واحد تقریبا رسید به 2,100,000 واحد و بعد از اون نزول شاخص شروع شد. حالا من امیدوار بودم همکارا بتونن این در واقع روند شاخص رو هم نشون بدن، ولی متاسفانه تلاش خودمون رو میکنیم. آره، اتفاقی که افتاد این بود که از وقتی که سقوط قیمت سهام شروع شد، خیلی از سهامداران خرد دنبال این بودن که این دارایی هاشون رو بفروشن و اصطلاحاً صف فروش شکل گرفت. کسانی بودن که میخواستن سهام رو بفروشن اما خریداری به اندازه کافی وجود نداشت و این روند توی چند ماه اخیر مخصوصاً از اواخر بهمن ماه تشدید شده، به این دلیل که سازمان بورس تصمیم گرفت برای جلوگیری از ادامه سقوط شاخص بیاد دامنه نوسان رو کم کنه، مخصوصا برای سقوط یا پایین اومدن قیمت. این یعنی چی؟ یعنی این که میگه سازمان بورس این قانون رو گذاشته بود که قیمت هیچ سهمی از روز کاری قبل نمیتونه بیشتر از 2% پایین بیاد. حالا اتفاقی که افتاد چیه؟ اتفاقی که افتاد این بود که این روند کاهش ارزش، حالا کاهش شاخص بازار پایین اومد، ولی مسئله این بود که سهام اون روی دست خیلی از سهامدارا. به این خاطر که شما فرض کنید یه سهمی قیمتش 10,000 تومنه و شما فکر میکنید که این ارزشش 9,000 تومنه، تا وقتی که ارزشش به 9000 تومان نرسه نمیفروشید دیگه. حالا مسئله اینه که سازمان بورس میگه این از 10000 تومان حد اکثر هر روز میتونه تا 9800 تومان بیاد پایین. امروز کس خریداری پیدا نمیشه، فردا میایید فردا دوباره همچنان قیمت 10000 تومانه، خریدار توی 9000 تومان هست. این در نتیجه باعث این شده که نقد شوندگی سهام پایین بیاد. یکی از در واقع خصوصیات اصلی بازار بورس سهام اینه که یک دارایی نقد شوندگی بالاست در مقایسه با ملک. شما یه خونه داشته باشید فروختنش به این راحتی نیست که فروش سهام باشه، اما به خاطر این کم شدن دامنه نوسان اتفاقی که افتاده اینه که صفای فروش همینجور مونده، ادامه پیدا کرده و نقد شوندگی بازار اومده پایین، که خب این کار رو هم برای سهامداران خرد سخت کرده که خیلی هاشون دنبال اینن که دارایی‌هاشون رو بفروشن و برن بیرون، هم ممکنه حتی برای آینده که دولت میخواد حالا باز بیاد سهام بفروشه تو بازار، کار رو برای دولت سخت میکنه. راه حلی اصلا پیشنهاد میشه در چنین شرایطی؟ ببین، دو راه حل کلی وجود داره. یه راه حل اینه که این دامنه نوسان رو بیشتر کنن، اجازه بدن که قیمت سهام هر روز بیشتر از 2% پایین بیاد، مثلا 5%، 7%، 10% پایین بیاد. در این صورت اتفاقی که میفته اینه که نقد شوندگی میره بالا، ولی ممکنه خیلی از
یا حداقل بعضی از شرکت‌ها قیمت سهامشون باز افت شدیدی بکنه که این دوباره اون اعتراض‌های سهامدارانی که به پایین اومدن قیمت سهام اعتراض داشتن رو ممکنه بیشتر کنه. راه دیگه‌اش اینه که یک جوری دوباره نقدینگی به این بازار تزریق بشه، مثلا دولت پول بیاد به بازار تزریق کنه. ولی اتفاقی که افتاده اینه که دولت انتظار داره، تو بودجه امسال پیش بینی کرده که اصلا چند ده هزار میلیارد تومان از بازار سهام در واقع بودجهش رو تامین کنه، بیاد سهام بفروشه و پول رو جمع کنه، نه اینکه یک پولی هم از خزانه بیاد وارد این بازار کنه. واقعیت داستان اینه که هیچ کدوم از این راه حل‌ها 100% ایدئال نیست، هر کدومشون یک عوارض جانبی منفی هم داره و به همین خاطره که تا الان حداقل راه حل مشخصی برای این مشکل پیدا نشد. ممنونم از بهرنگ تاجدین. تصاویر جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهد که روسیه در بخشی از قطب شمال در حال ساخت و ساز تأسیساتی نظامی مجهز به سلاح اتمی است. این منطقه متعلق به روسیه است، ولی به علت غیر قابل زیست و منجمد بودن بیشتر مسکو به آن توجهی نداشت. اما بحران تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین باعث شده روسیه به گفته بعضی نهادهای خارجی به دنبال برتری نظامی و کسب منافع تجاری در مناطق قطبی باشد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هر بار که یخهای قطبی فرو می ریزند، یک زنگ خطر دیگر به صدا در می آید. گرمتر شدن کره زمین و بحران تغییرات اقلیمی. اما حاکمان روسیه شاید این را یک فرصت بشمارند. تصاویر تازه ماهواره‌ای از تأسیسات جدید نظامی روسیه در مناطق قطبیش نشان می دهد که روسها بر این مناطق چشم دوختند. سالهاست که روسیه در امتداد هزاران کیلومتر از مرزهای قطبی خود مشغول بازسازی و نوسازی توان نظامیش بوده. دولت‌های غربی در پیمان ناتو که همپای روسیه در مناطق قطبی حضوری نظامی دارند نگران هستند و بعضی اتاق‌های فکر آمریکایی می‌گویند روسیه می‌خواهد مطمئن شود که اگر جنگ اتمی رخ دهد می‌تواند قبل از آن که خودش نابود شود دشمنش را هم از بین ببرد. روسیه وعده سلاح‌های پیشرفته‌ای را می‌داد که کارشناسان غربی می‌گفتند رؤیاپردازی است، اما حالا همان کارشناسان می‌گویند این سلاح‌ها در شرف بهره‌برداری هستند. از موشک‌هایی که می‌تواند تمامی سواحل کشورهای همجوار مثل آمریکا و نروژ را آلوده به مواد رادیواکتیو کند و ده‌ها سال غیر قابل زیست، تا زیردریایی‌های رادارگریز و ناوهای یخشکنی که می‌توانند وسط زمستان دل یخ‌ها را بشکافند و از آن عبور کنند. من فکر می‌کنم هر کشوری منافع خودش رو داره. اینجا روسیه وطن ماست و ما از اون حفاظت می‌کنیم. اما روسیه فقط به دنبال برتری نظامی نیست. آب شدن یخ‌های قطبی شاهراهی را از شمال روسیه باز می‌کند که زمان و مسافت کشتیرانی و نقل و انتقال کالا از آسیا به اروپا را نصف می‌کند و روسیه خواهد توانست از امتیاز تسلط بر این مسیر حیاتی برای کسب سود و درآمد استفاده ببرد. بخش بزرگی از ساکنان مناطق قطبی در خاک روسیه هستند، اما این جمعیت رو به کاهش است. تحقق برنامه‌های روسیه یعنی بازگشت کار و اشتغال و مردم به این مناطق. کار و اشتغال در اینجا یعنی بهره برداری از نفت و گاز نهفته در زیر این آبها و زمین‌های منجمد. نفت و گازی که استخراج و مصرفش در همون وهله اول باعث به هم خوردن نظم طبیعت زمین و آب شدن یخ‌های قطبی شده. اما برای دولت روسیه منافع ملیش اینجاست. بسته به اینکه چه تعریفی از منافع ملی به دست دهیم. روسیه همچنان مشغول پاکسازی یکی از نواحی قطبیش از نشت عظیم گازوئیل است که طبیعت ناب این کشور را تخریب کرده. دو سال پیش میلیون ها هکتار از جنگل های سیبری به علت گرمای بی سابقه در آتش سوخت و یک وضعیت اضطراری ملی ایجاد کرد. و بالاخره خطر مرگبار نشت مواد رادیواکتیو از این فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای که قبلا در ابعاد کوچک رخ داده بود. ولی دولت روسیه ظاهراً از جنگ سردی دیگر در این مناطق سردسیر ابایی ندارد و آماده است پرچم خود را بر مناطقی بزند که طبیعت مقرر نکرده بود کسی بر آنها پرچم بزند. سیاوش اردلان، بی بی سی.
از نمایندگان سه قدرت اروپایی، چین و روسیه در وین با نمایندگان ایران دیدار و گفتگو کنند. این ملاقات در چارچوب کمیسیون مشترک برجام انجام می شود. آمریکا هم که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شده بود، نماینده ویژه امور ایران خود را به وین می فرستد تا در حاشیه نشست این کمیسیون با اعضای گروه 4 به علاوه 1 گفتگو کنند. اندری باکلیتسکی، پژوهشگر مطالعات آمریکا در مرکز دولتی مسکو در امور روابط بین الملل، از روسیه با ما هستند. آقای باکلیتسکی، سوال اول من از شما این بود که آمریکا و ایران هر دو سرسختی نشون میدادند. معلوم هست که آیا میشه گفت که این گفتگو میتونه تبدیل به فضای برای شکستن بن‌بست بشه؟ Well, first of all, it's great that those talks are happening at all. اول از همه خیلی خوب است که اصلا نبض این مذاکرات داره اتفاق میفته. ما فرض رو بر این میگیریم که هر دو طرف یک چیزی رو میخوان. هر دوشون میگن یک چیزی رو میخوان. ایران میخوان که تحریم‌های آمریکا لغو بشه و آمریکا هم حاضره که تحریم‌ها رو لغو بکنه و ایران هم برگرده به تعهداتش بر اساس برجام. اما این هستش که چه جوری با چه روندی و به چه ترتیبی این گام‌ها برداشته بشه. در سال 2015 وقتی قرارداد میخواست امضا بشه، خب مسئله خیلی دشوار بود برای اینکه منافع مختلفی در این قضیه دخیل بودند. اما حالا میخوایم از بحث سیاست ورزی فاصله بگیریم و بخوایم یه حرکتی بکنیم به سمت اجرای قرارداد. من فکر نمی کنم حالا خود این مذاکراتی که الان در پیش رو هست بتونه همه مسئله رو حل بکنه، ولی مهم این هستش که این روند کلید خورده و شروع شده. ایران میگفت که آمریکا باید تحریم ها رو برداره، آمریکا میگفت که ایران باید به برجام برگرده. از نظر شما کدوم طرف کوتاه اومده؟ I don't think we should expect a lot of flexibility. من فکر نمی کنم ما باید از طرف ایران انعطاف زیادی انتظار داشته باشیم. راستش رو بخواین حتی ایران تحت تحریم های آمریکا در زمان دولت ترامپ به برجام متعهد بود و عمل کرد، و وقتی که دید دیگه هیچ امیدی نیست و آمریکا هیچ احتمال داره تحریم ها رو لغو بکنه، رفته رفته تعهدات خودشو کم کرد. بنابراین اون طرفی که این تحریم ها رو اعمال کرد باید پیش قدم بشه، یعنی آمریکا. برای همین برای من خیلی غیر منتظره بود وقتی دیدیم که دولت بایدن به ایران گفت تو اول پیش قدم شو تا من تحریم ها رو لغو بکنم. و این حالا این موضع خیلی کمکی هم نکرد و مسئله رو پیچ نبرد، ولی حالا خوبه که میبینیم آمریکا از این موضع خودش فاصله گرفته و حالا داره میگه که خب ببینیم چجوری هر دومون میتونیم به برجام برگردیم. میدونین یک قصاری، جمله قصاری من یکی از مقامات ایرانی شنیدم که گفت اگر شما میخواین با کسی صحبت بکنین که زیر سیاست فشار حد اکثری هست، دلیل نداره که فکر بکنید حالا که دولت آمریکا عوض شده میتونه نتیجه متفاوتی رو بگیره. و در نهایت اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم، اگر این گفتگوها به نتیجه نرسه، به نظر شما کدوم طرف دست بالاتر رو داره؟ کدوم طرف در وضعیت بهتری هست؟ من فکر میکنم هر دو طرف توی وضع بهتری قرار خواهند داشت. برای اینکه راستش رو بخواید برجام چیزی هستش که به نفع ایرانه، به نفع آمریکاست، به نفع تمام کشورهایی هستش که برجام امضا کردن، روسیه، چینی ها، اروپایی ها، همه. اگر در این مذاکرات هیچ پیشرفتی حاصل نشه، مذاکرات شکست بخوره، واقعا کار زیادی نیست که آمریکا بتونه بکنه، چون دیگه هر تحریمی میتونسته اعمال کرده علیه ایران، تحریم بیشتری نداره که بخواد اعمال بکنه. احتمالاً آمریکایی‌ها سعی خواهند کرد که این سیاست فشار حداکثر ادامه بدن
اما اتفاقی که میفته اینه که ما برمیگردیم به همون وضعیت 2011-2012، 7-8 سال پیش که احتمال یک جنگ بزرگ واقعا سایه افکنده بود بر خاورمیانه، و خاورمیانه با توجه به اینکه به هر حال خیلی وضعیت وخیم و شکننده‌ای داره، آمریکایی‌ها سردار ایرانی رو کشتن، ایرانی‌ها به پایگاه آمریکا حمله کردن، کشتی‌های اسرائیلی مورد حمله قرار می‌گیرن، سوریه همش هدف بمباران هست. می‌دونید در سوریه در خاورمیانه هر اتفاقی میتونه بیفته، و وقتی شما فشار رو هم بیشتر بکنین هم از ناحیه افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دارین نسخه یک فاجعه رو میپیچید. برای همین خیلی بهتر هست و من امیدوار هستم که واقعا طرف‌های مذاکره بتونن به نتیجه برسن و مسئله رو حل کنن. اندری باکلیتسکی، پژوهشگر مطالعات آمریکا در مرکز دولتی مسکو، ممنونم از حضور شما در برنامه. موسیقی ایران سرگذشت پرفراز و نشیبی دارد. احتمالاً در شب‌های اخیر بازخوانی بعضی تحولات مهم اون رو در یک قرن گذشته با ما مرور کردید. امشب در ادامه این مجموعه گزارش به دهه پایانی دوران پهلوی برمیگردیم، زمانی که تلویزیون ملی ایران در جهت حفظ و اشاعه موسیقی برنامه‌های متعدد و متنوعی رو به اجرا گذاشت. فرج والافکن گزارش می‌دهد. جشن هنر شیراز تعبیر رویای حافظ بود که می سرود بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، یا غزل دیگری که پیش بینی می کرد تربتش زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. این جشنواره مبتکرانه از یک سو کشف استعدادها و شناخت هنر ملی بود، و از سوی دیگر جریچه‌ای بود به جهان هنر و موسیقی. اما فکر برگزاری آن از کجا سرچشمه می گرفت؟ من جزء کمیته موسیقی جشن بودم. جشن هنر شیراز مربوط به دانشگاه نبود، صرفاً مربوط به تلویزیون بود. یعنی کلاً شهبانو و آقای رضا قطبی رئیس رادیو تلویزیون و آقای غفاری معاونشون بانی احداث جشنواره بودند. در نظر ارتوب حسنت ز تجلی هدف جشن هنر دو چیز بود، یکی اشاعه فرهنگ ملی و همراه با او ارائه فرهنگ‌های سنتی در کشورهای شرقی، و از سوی دیگر حرکت‌ها، روش‌ها و شیوه‌های آفرینشی خیلی نوین مخصوصا در موسیقی و تئاتر. منم که گوشه میخانه خانقاه منه، دعای پیر مغان ورد صبحگاه منه. دو واحد در رادیو تلویزیون تأسیس شده بود، یکی برای شناخت موسیقی نواحی و دیگری برای حفظ و اشاعه موسیقی، که دومی زیر نظر داریوش صفوت و نورعلی برومند اداره می شد. وظیفه هر دو هم کشف و پرورش استعدادهای جوان بود. در مرکز حفظ و اشاعه که ما بودیم، از ما برنامه آنچنانی نمی خواستن. امکاناتو برای ما فراهم می کردن که ما یاد بگیریم، به اصطلاح همون موسیقی اصیل و قدیمی ایرانی رو. خانم پریسا رو من از دوران هنرستان میشناختم. بعد که ما مرکز بودیم، خانم پریسا قرار شد که بیان مرکز، و اولین برنامه‌شون رو من براشون، به اصطلاح گروهی بود که من
سرپرستی میکردم و یه ماهور بود. بول 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 به غزل به ترانه. در ابتدای دهه 50 همچنین حکم کارگشای دیگری ابلاغ شد. برنامه از رونق افتاده گلها به هوشنگ ابتهاج معروف به سایه سپرده شد. یه برنامه درست شد در رادیو به اسم گلچین هفته که جمعه صبح پخش می شد. من خیلی خوب خاطرم هست. خب ما هنوزم این عادت هست، میرن درکه کوههای شمال تهران، خب اون کوها رو میری و قهوه خونه ها هستن و جمعه صبح رادیوهاشون روشن و پخش. من یادمه که خوب الان برای من تو ذهنم داره باز تولید میشه که همین یه تصنیفی رو مثلا کار میکردن که آقای شجریان همینو خونده بود. ای مه من، ای مه من، ای موقع چین سنم. یه دفعه این یه خون جدیدی اومد توی موسیقی و شد موسیقی جوونا. یعنی شما میدین جوونای همون حالا موقعی که انقلابی نبودن، چپی بودن بیشتر، این تصانیف رو میخوندن. گلستان موسیقی ایران در بهار 57 شکوفا شده بود، اما کمتر کسی می‌دانست که بی‌مهری زمانه در بهار بعدی یک بار به خزان تبدیلش کند. فرج بادفکن، بی بی سی. دو شب دیگه هم این مجموعه برنامه ها ادامه داره. در آخر 60 دقیقه فردا شب و پس فردا شب این برنامه و برنامه های قبلی ما رو میتونید در وبسایت ما ببینید و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. لطف کردید که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.